روز دومه، ما هم داریم میریم سمت مینیاتور وندرلند. این رفیقامون هم اینجا صدا صوفی دارن فیلم میگیرن، یارو رپ کنه، داره رپ میکنه. ساختمون الب فیلارمونی تهه، بذار برگردم بهتونشون بدم. شبیه موج دریا طراحی کردن، بالا شبیه تور ماهیگیریه. از این ساختمونای مدرن و شیک خیلی توی هامبورگ هست. هامبورگ خیلی توی جنگ‌های جهانی آسیب دیده و بناهای نو رو اینجا میتونید ببینید، چون همه رو از اول ساختن. این بلیتشه. این قسمت سوونیر شما الان ما بعدا میدیم، قسمت غذاخوریشه. میتونیم اینجا چیزی بخوریم چون خیلی صبح زود اومدیم. این از صبحونه، پارت صبحونه مهمترین بخش سفره. جوره یکی از کشورهای مختلف اومدن اینجا. چند نفر اومدن؟ از ایران داشتیم، از ایران 9000 نفر. از ما هنوز کسی نیومده، دفعه ببینیم. برنامه تئاتره. چی میشه دکمه بزنیم؟ ای داره باز میشه. نمایش رومو جولیت. رومو جولیت چقدر وقت گذاشتن؟ جولیت قطار میبینی توش آدم میرسن. اینجا شهر بازیه، چقدر جزئیات داره. این هم تیم فنیشون هم حتی اینجا حواسشون هست که همه چی سرجاش باشه و همه چی اوکی باشه. آقا اون آیسه بچه قطار پرسرعت آلمان. بانجی جامپینگه. اینجا نگاه کن توربین بادی رو. هوا داره تاریک میشه، داره شب میشه کم کم. نصف شبی داره سر صدا ایجاد میکنه، هوا داره کم کم روشن میشه بچه ها. ساعت شد، زود حرکت کرد و پلیس بزنید جریمش کنه. آتیش توزی شده، اینا اومدن ببینن. آتیش سوزی تو هامبورگ. واو چقدر خوشگل طراحی کردن. کار باشه؟ واقعا میشونه؟ این ماشین کثیف بدهی تمیز میشه واقعا بعدش. بچه ها اگه تا اینجای سفر هامبورگ، ولاگ هامبورگ به نظرتون جذاب بود و دوست داشتید، میتونید لایک کنید، سابسکرایب کنید. با این کار از من و کانالم حمایت میکنید و من خیلی خوشحال میکنید. این تلکابینه از اینجا اومده میره اون بالا. بچه این منطقه اتریشه، یعنی اتریش اومدن استقرارش اومدن شبیه سازی کردن. خب داریم میریم سوئیس. چقدر گنده است، خیلی گنده است. این کلا واقعا شبیه کلا بودرس.
دیگه شما اینجا بیا دیگه همه جا دنیا سفر کردی دیگه، نیاز نیستش که جایی رو بری ببینی. این قسمت مدرن شهره، چقدر جالبه نگاه کنید. جا قسمت فرودگاهشه. برج مراقبت میشه اینجا ایالت شماست. خب معرفی کن دیگه، شهرتون رو معرفی کن به ما. هواپیمای آسیب دیده. الان میخوام برم ببینم چیکارش میکنم بخواه اجداست و به اذن خدا پرواز جس هنیش استرسه. ما هم از اینجا رفتیم این بالا، هم رفتیم اینجا عکس انداختیم، حتی شبیهش خوب در نهی بردم خواهی واتیکانه، کلیسای واتیکانه. این یکی از بزرگترین کلیسایی بود که منو شهیدا رفتیم. کلزوم این هم من شهید آمدیم کلزوم این فرومه. آره اینجا آمدیم، اینجا خیلی قشنگ بود، شبید مثلا نمیشه که برنزه تخت جمشید عظمت داشت ولی قشنگ بود. اینجا قطار اسم خراب شده، دارن قطار رو همین الان برای ما تنظیم رو درست به نصف میکنن. اینجا من شهید رفتیم سکه انداختیم. این قسمت قسمت ایتالیاه، احتمالا هم این قسمت شمال ایتالیا باشه. اینا خیلی دارم برق مصرف میکنن، بنابراین دستور دادیم برق منطقه رو قطع کنن. از این مجسمه که میتونید متوجه بشید که اینجا برزیله. آمریکا، تو چی داری که همه مجذوبتن؟ آمریکا. که جایی که من دلم میخواد حتما برم ببینم هم گرند کنیونه. چوبه ها بچه ها، سنگ نیست، با چوب اینو در بودن. بچه این واقعا توش آبه ها، برای اینکه طبیعی در جا توش آب بودن، این حالت آکواریومی داره.
این بود از بازدیدم از دنیای خارق‌العاده مینیاتوری. شما باید با دقت همه جزئیات رو ببینی، فکر کنم باید حداقل 4 5 ساعتی وقت بذاری. خب ما داریم میریم اینجا البه فیلارمونی. برای 3 نفر رایگان گرفتیم بلیت. جالبی که خب یکیشو بده به من. رسیدیم. تو هم احساس کردی نه؟ من فکر کردم بازه، گفتم وای الان قرار بیفتیم. ما از اونجا اون قسمت اومدیم، حالا بازم میخوایم بریم بالاتر. آره دیگه بالاتر رو نمیذارن بریم پستنش. واقعا بزرگه ها. نه تو یه خفنی داره. این رو نگاه کن، دریفت داره میکشه برای ما. بعد این قسمت هاربور تو هامبورگ که فیش بوشن بخوریم، یکی غذا خیلی معروف هامبورگیه و اینجا هم قشنگ بوی ماهی میاد، هم بوی ماهی زنده میاد هم بوی ماهی کباب شده میاد. خب بچه ها گفتن که باشه یه وقت دیگه سوار کشتی بشیم، چون ما قبلا خب سوار کشتی زیاد شده بودیم. این آبیه که دقیقا به دریا وصله، مثل خلیج فارس. آره باید اینجا میبودیم پایین و خیس میشدیم. آبو داریم اینجا رو ملت. اومدیم یه جای قدیمی و خفن. این از اون جاییه که به ما پیشنهاد دادن، گفتن بیاین. اصلا نگاه کنین دنبال مود و اینام نبودن، همینجوری در و داغون انداختن. ولی مثل کافه نادری خودمون چطوره که یافش داغونه اما کیفیتش خوبه. اینم همینه، از قدیم مونده، خیلی هم چه اعصاب مصاب هم ندارن ولی غذای خوبی داره، تعریفش شنیدیم. اینم نگاه کن این سرویسی که دادن این شکلیه. آره یعنی اصلا بی اعصاب. امیدوارم غذاش خیلی خوب باشه. دو تا از باباشنا اومده، سفارششون کامل نشده، قرار آماده بشه برامون بیاد. حالا این دوتا رو تست کنیم ببینیم چی جوریه. ایده ای نداری؟ فکر نکنم خام باشه. نه نوع ماهیش نه خام نیست. اومدید هامبورگ، حتما رستوران فیش اند سوپ بیایید که به نظر من که رستوران خیلی خوبیه، کیفیت غذا عالیه. حالا شاید خیلی محیط جذابی نداشته باشه، دوتا نیمکت اینجوری انداختن و محیط کمی کثیف و ایناست، اما غذای خوشمزه‌ای داره و چقدرم شلوغه و اکثرا هم آلمانی هم. اینجا خوش شده، اینجا انگار قبلا آب بوده.
اینجا هم باغ گل و گیاه هامبورگه، بهش میگن پلانتن اون بلومن، یعنی فکر میکنم نهاده شده برای شکوفه دادن، بنا شده که شکوفه بده. جای آروم و باحالیه، من از طبیعتش خیلی خوشم آمد. خب این بود سفر هامبورگ. همین الان نیمشه با یه اتوبوس دیگه رفت و من و شیدام دیگه باید بریم. خوش گذشت. خب اگر ویدیو لذت بردید و از این مدل ویدیو خوشتون میاد، حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنشم بزنید تا ویدیو بعدی. خدافظ.